بسم الله الرحمن الرحیم. رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. شاگردای عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بازم با ادامه درس ریاضی صنف 12 به خدمت شما هستم. فصل اول می خوانیم و درس امروز ما درس 9 است که مربوط صفحات 25 و 26 کتاب میشه و عنوان درس ما است لمت توابع مثلثاتی. دوستا، توابع مثلثاتی چی است؟ توابع مثلثاتی عبارت از توابعی است که در آنها نسبت‌های مثلثاتی استفاده شده باشند، ساین، کوساین، تانجان، سکن، کوسکن. و لیمیت توابع مثلثاتی چی از دوستان؟ لیمیت‌هایی که در آنها از نسبت‌های مثلثاتی استفاده کرده باشیم. ما شما ساین تیتا که تیتا متقرب باشه به یک عدد مثلا ای، و یا کوساین تیتا و یا تانجانت تیتا. خب دوستان، در لیمیت های توابع مثلثاتی ما به یکی از لیمیت های برمیخوریم معمولا که عبارت از ساین تیتا بر تیتا، و باید از ما بدانیم که قیمت از این چند میشه، چون اگر تیتا را مستقیما وضع کنیم میشه ساین صفر صفر، و اینجا هم که صفر بانیم شکل صفر بر صفر میگیره. ولی ما امروز ثبوت میکنیم در این درس که این لیمیت متقرب از وقتی که تیتا تقرب به صفر کنه مساوی میشه به یک. و بعدا همچنان یک قضیه دیگری را ثبوت میکنیم که در همین قسمت اگر تیتا تقرب کنه به لایتنایی این لیمیت چی شکل به خود میگیره. خب دوستا، قبل از اینکه ما ثابت کنیم این قضیه را، به ثبوت از این قضیه بپردازیم، ما باید بدانیم که دایره مثلثی چی را میگه، دایره مثلثاتی چی را میگه و دایره هندسی چی را میگه. دوستای گرامی، دایره مثلثاتی عبارت از دایره است که شعاعش همیشه یک واحد می باشه. در مثلثات دایره مثلثاتی را میگیم که عبارت از دایره است که شعاعش همیشه یک واحد می باشه. دو واحد، سه واحد، چهار واحد بودن نمیتونه. و دومی که زاویه از 360 درجه بیشتر هم بوده میتونه. مثلا دایره به طور معمول 2 پای رادیان است، ولی در مثلثات ما میتونیم دایره ما 4 پای رادیان، 6 پای رادیان، 8 پای رادیان باشه. ولی در هندسه دوستا، دایره هندسی عبارت از دایره است که شعاعش یک واحد، دو واحد، سه واحد بوده میتونه. یعنی شعاعش هر عدد کیفی را که به خود گرفته میتونه و زاویه‌اش فقط 360 درجه می باشه. در دایره های هندسی زاویه 360 درجه می باشه و شعاع فرق نمیکنه، یک واحد، دو واحد، سه واحد، بیشتر از اون، کمتر از اون باشه، ایتون فرق نمیکنه. خب دوستا، حال میپردازیم به ثبوت این قضیه. دوستا، اگر ما به شکل توجه کنیم، ما قسمت از یک دایره را رسم کردیم. دایره دایره مثلثاتی است، یعنی دو شعاعش که شما میبینین مساوی به یک است. یک واحد چی متر، چی سانتی متر، چی اینچ، یک واحد است. یک شعاع از این دایره است او ای، دیگر شعاع از این دایره است او ام، کردوش یک کس میباشه. خب دوستا، در این شکل ما میبینیم یک مثلث به نام او ام ای، او ام ای، که مساحت از این مثلث کوچکتر است از قطای او ام ای. دوستا، قطا را در صنف 9 خوانده این در ریاضی که اگر ما یک دایره داشته باشیم و دو شعای از این دایره را رسم کنیم، این سطح دایره را جدا میکنه، اینی قسمت را، اینی مساحت قطا میگن. درست است دوستا؟ اگر ما به شکل توجه کنیم، مثلث او ام ای کوچکتر از قطای او ام ای است، چون قطا اینی قسمت اضافه تر از مثلث او ام ای داره. و سومی که دوستا، ضمن از این دو شکل، ضمن از این دو مساحت، مساحت سوم را در نظر میگیریم از مثلث او سی ای، مثلث او سی ای. خب دوستا، ما و شما میدانیم که مساحت یک مثلث مساوی است به یک بر دو قاعده ضرب ارتفاع. قاعده از این مثلث است او ای و ارتفاع از این مثلث است ام بی. دوستا، اگر شما توجه کنین، او ای
عبارت از امین شوای دایر است، یعنی ایواز او ای من اتو رم نشته کده میتانم که یک بر دو آر ضرب ام بی. خب در این قسمت اگر دوستا توجه کنیم میبینیم که مساحت قطاع باید بنویسیم و مساحت قطاع ما و شما فرمول داریم دوستا، یک بر دو تیتا آر مربع. از ریاضی صنوف قبلی ما میدانیم که مساوی میشه یک بر دو با تیتا آر مربع. تیتا چیست؟ تیتا مساوی تیتا عبارت از زاویه بین این دو شوای دایره است. خب و همچنان دوستا اگر مساحت مثلث کلان در نظر بگیریم، یک بر دو قاعده ضرب قاعده مثلث است، او سی او ای او ای و ارتفاع مثلث است AC. خب دوستا یک بر دو و آر مربع به عوض او سی، دوستا گفتیم که او سی مساوی به آر است، میشه که بنویسیم آر ضرب ای سی. دوستا گرامی اگر این مساوات اطراف ما تقسیم بکنیم بر آر مربع، خب دوستا حال دقیق غیر مساوات دقیق قسمت اگر اطراف هزیر ما ضرب کنیم با دو آر مربع، تمام اطراف هزیر میبینیم که یک عدد دو عدد مثبت است، مخرج آر مربع است عدد مثبت است، هیچ فرق در جهت غیر مساوات نمیه. اگر این را به تمام غیر مساوات ضرب کنیم، در این قسمت دو با دو رفع اختصار میشه، در این قسمت یک آر با آر اختصار میشه، یعنی داشته میباشیم ام بی بر آر که کوچک است هست. دو با دو دوستا اختصار میشه، چون این دوی بر آر مربع هم با این ضرب میشه، هم با این قسمت ضرب میشه، هم با این قسمت ضرب میشه و در جهت غیر مساوات هم هیچ گونه تفاوت نمیاره، چون عدد مثبت از ضرب غیر مساوات شده. دوستا در این قسمت که ضرب شده دو با دو اختصار میشه، یک آر با آر اختصار میشه، آر مربع با آر مربع اختصار میشه، این قسمت داریم تیتا. به همین ترتیب دوستا دوی بر آر مربع را که ضرب از این قسمت کنیم، دو با دو اختصار میشه، یک آر با آر اختصار میشه، ای سی بر آر داشته میباشیم. خب دوستا به شکل میبینیم ام بی بر آر شعا. میبینیم اگر مثلث او ام بی را در نظر بگیریم، ساین تیتا عبارت است از ام بی بر آر، یعنی عوض از این قسمت نشته میتونیم ساین تیتا، این قسمت تیتا را خودش را دوستا می نویسیم و به این قسمت هم می نویسیم که عوض ای سی بر آر، ای سی و ای هم دوستا آر، یعنی تانجانت از این زاویه را اگر در نظر بگیریم مساوی میشه به ای سی بر آر، تانجانت تیتا. خب دوستای گرامی حال اطراف از این غیر مساوات اگر ما تقسیم کنیم بر کوساین میبینیم که چی شکل به خود میگیره. خب دوستا در این قسمت اطراف تقسیم ساین میکنیم، یعنی ما داریم ساین تیتا کوچک از تیتا است، کوچک از تانجانت تیتا، اطراف تقسیم ساین تیتا میکنیم، ساین تیتا، این قسمت هم ساین تیتا، این قسمت هم ساین تیتا. دوستا این میشه یک، این قسمت از تیتای بر ساین تیتا، این قسمت دوستا ساین بر کوساین است، اطراز به این شکل ساین بر کوساین است، در مخرج ساین است که کسر الکسر، یعنی اگر مخرج ساین یک است، اگر ما کسر الکسر را ساده بسازیم به این ترتیب میشه که ساین تیتای بر کوساین تیتا ضرب یک بر ساین، یعنی این مخرج معکوس میشه یک بر ساین تیتا که ساین با ساین اختصار میشه، یعنی مختصرا نوشته میکنم که اینجا میمونه یک بر کوساین، یک بر کوساین تیتا. خب دوستا حال اگر ما غیر مساوات طرف به طرف معکوس بسازیم میبینیم که به این ترتیب میشه یک خودش ساین تیتای بر تیتا و کوساین تیتا.
جهت غیر مساوات تغییر میکنه. چرا دوستا جهت غیر مساوات تغییر کرد؟ به دلیل از این جهت غیر مساوات تغییر کرد دوستا، که اگر ما داشته باشیم یک بر ده کوچک از یک بر پنج، کوچک از مثلا یک بر صد کوچکتر باشه از یک بر ده کوچک باشه از یک بر دو. اگر اینها را ما طرف به طرف معکوس بسازیم دوستا، صد بزرگ میشه از ده بزرگ میشه از دو. به عین ترتیب علامه غیر مساوات به خاطر تغییر کرد که ما کسرها را معکوس ساختیم. خب دوستا، حال اگر ما لیمیت بگیریم از اطراف غیر مساوات، لیمیت بگیریم یعنی لیمیت یک که تیتا به صفر تقرب کرده، لیمیت ساین تیتا بر تیتا که تیتا تقرب به صفر کرده، و لیمیت کوساین تیتا که تیتا به صفر تقرب کرده. دوستان میبینین این عدد ثابت است، خودش جواب تیتا بر عدد تقرب کنه متحول بر چی تقرب کنه خودش است. لیمیت ساین تیتا بر تیتا که تیتا متقرب است به صفر، این قسمت هم اگر ما صفر وضع کنیم کوساین صفر یک میشه. دوستان ما به این شکل برمیخوریم. حالا از قضیه ساندویچ میدانیم دوستان. در قضیه ساندویچ گفته بودیم هرگاه یک تابع داشته باشیم، تابع بزرگتر از او اگر متحول به همان عدد تقرب کنه که این تابع تقرب کرده، تابع بزرگتر از او را در نظر میگیریم، یک عدد میشه مثلا A، و تابع کوچکتر از این تابع هم به مو عدد جواب مو عدد میکشه، یعنی اینجا هم این تابع کوساین تیتا که کوچکتر از این تابع است و تیتا بعد صفر تقرب کرده، این هم جوابش یک میشه. از قضیه ساندویچ ما میفهمیم که جواب از این لیمیت هم 100% مساوی است با یک. یعنی چی؟ یعنی از اینجا ما چی نتیجه میگیریم؟ از اینجا اتو نتیجه میگیریم که لیمیت از این تابع ما، تابع تیتا بر تیتا که تیتا تقرب کنه به صفر، 100% مساوی میشه با یک. یکی از قضیه های مهم از این بخش ثابت شد. قضیه دوم دوستا که اگر این تقرب ما باشه مساوی به تقرب ما باشه به لایتنایی، ما باید ثابت کنیم که این مساوی میشه به صفر. خب دوستا این را چه قسم ثابت میکنیم؟ دوستا ما میدانیم که ساین تیتا، تیتا هر زاویه که باشه از یک کوچکتر میباشه، از یک کوچکتر میباشه و از منفی یک بزرگتر می باشه. ما می دانیم که همیشه ساین تا یک ساین یک عدد تیتا هر عدد را که بگیره همیشه از یک کوچک و مساوی و از منفی یک بزرگ و مساوی می باشه. حال دوستا اگر اطراف از این را تقسیم بر تیتا کنیم، تیتا یک عدد مثبت است، اصلا در جهت غیر مساوات تغییر نمی آید. و حال اگر در مرحله بعدی لیمیت بگیریم، لیمیت طوره که لیمیت ما متقرب به تیتا متقرب به لایتنایی باشه، تیتا متقرب است به لایتنایی، در این قسمت هم دوستا لیمیت ما متقرب است به لایتنایی، تیتا متقرب است به لایتنایی یک بر تیتا. خب دوستا این قسمت ما اگر لایتنایی را وضع کنیم که میشه صفر، داریم منفی یک، لایتنایی را وضع کنیم لیمیت ساین تیتا بر تیتا، تیتا متقرب است به لایتنایی، تابع بزرگتر اگر در این قسمت لایتنایی را وضع کنیم میشه یک بر لایتنایی. دوستان میبینیم که تابع بزرگتر وقتی که تیتا متقرب بود به لایتنایی، یک بر لایتنایی میشه صفر، تابع بزرگترش صفر شد. و تابع کوچکتر هم وقتی که یک تقسیم لایتنایی میشه منفی صفر، منفی صفر هم یعنی صفر، صفر چی مثبت چی منفی فرق نمیکنه. از قضیه ساندویچ میفهمیم تابع بزرگتر مساوی با صفر شد، تابع کوچکتر مساوی با صفر شد. پس نتیجه اوتو میگیریم که تابع وسطی که ساین تیتای بر تیتاست و تیتا متقرب از بالای تنهایی
همچنان ای تابع 100 درصد مساوی می شود صفر. خب دوستان، درس امروز ما دو قضیه را ثابت کردیم، دو قضیه مثلثاتی را که بسیار زیاد در حل سوالا به درد ما میخوره. امید است که درس امروز یاد گرفته باشین، من از کار خانگی سوالات تمرین از این بخش شما کار کنین تا درس بعدی هم شما را به لای پاک بی‌نیاز می‌سپارم. اوقاتتان بخیر.